یک هموطن دانشمند اسلامی ما، یک از امی علما، یک تحقیقات بسیار خوب در قسمت ازدواج زنها در غرب کرده. باز بعد از 20 سالی که تحقیقات کرده و در این مملکت ها گشته و در یونیورسیتی ها و چیزا، نتیجه گیری خود اعلان کرده. این بسیار یک نتیجه گیری مهمه. گوش کنین، از سن سال زنهایی که در غرب هستن که از 40 به بالا هستن، تقریبا 60% زنها، چیز کم 60% زنها با حیوانات ازدواج میکنن. اینه شما فکر کنین که بیچاره 30-40 سال امی آقای کرزایی که نامده بود، اگه یادتان باشه یک مریضی داشت که اتا میگه ایرا گشته میمانم، ایران مریضی کرزایی گرفته، امتا از اسه که بسیار مصروف بوده تحقیقات کرده در جرمنی، میگن چند سال تحقیقات کرده در ندرلند، که در لندن رفته، که در امریکا آمده که زنها را تحقیقات کرده، که از زنهایی که سنشان از 40 بالا است در غرب، باز از یاش تقریبا چیز کم میشه 60% از یا کت ایوانات ازدواج میکنن. سعی کنین را یک دفعه دیگه. از سن سال زنهایی که در غرب هستن که از 40 به بالا هستن، تقریبا 60% زنها، چیز کم 60% زنها با حیوانات ازدواج میکنن. یعنی به این مانا که از هر 100 زن که سنش از 40 بالاست، از 40 پایینش ای درست به نتیجه نرسید که چند فیصدش، اما از 40 بالا که بوده ای کلش که تحقیقات کرده، از هر 100 زن 60ش با حیوانات مثل سگ، گاو، خر، فیل، شتر، غیره غیره ازدواج میکنن. یعنی ای خو ای گف از ای خو درست است، ای دیگه بیخی تحقیقات کرده، ای خو عالم دینه، یا خو ناقی گف نمیزنن هیچ وقت. اما اینی را نگفت که چرا این زنای که از 40 بالاتر هستن در این فکر میشن که والا از این مردای لوده کده خواهیم حیوانات بهتر هسته، بیایی که بریم دیگه کت خر و گو و سگ و بز و گوزفند و خرگوش و غیره و غیره رو سی کنیم. چرا؟ این خو امی سکشوالتی، امی غریزه جنسی از انسان با انسان است، به خاطر در چشم انسان مقبولتر از انسان وجود نداره. یعنی زنا با مردای که جذب میشن مردای است که انسان است، یعنی شادی یا گاو یا خر اینا جذب نمیشن، و مردا همچنان، اگرچه در افغانستان بز بیچاره روز نداره است، بچه ها گاو خر اینا او مجبوریت است، اما در امریکا یک زن با چی دلیل میره اینقدر بچه های مقبول در امریکا و در جرمنی و در ایجا مانده مردای مقبول اینا را والا گمش کرده که دل ما را یاد زد دیگه، ما میریم از این و بعد قی گو خر عرسی میکنیم. از سن سال زنهایی که در غرب هستن که از 40 به بالا هستن، تقریبا 60% زنها، چیز کم 60% زنها با حیوانات ازدواج میکنن. من نمیفهم که از گیر از این ملا چی وقت ما و شما خلاص خواد شدیم. مادرم خدا بیامرزش یک آدم بسیار مزاخی بود و ما 8 خوار بیادر بودیم، آزار میدادیمش، یکی یک رقم، یکی درس نمیخوند، یکی مکتب نمیرفت، یکی چی، باز یکان دفعه به تنگ میشد برای ما خنده میکد، قصه بابا خارکش هم میگفت. میگفت بچه‌م یک بابا خارکش بود بسیار زحمتکش، ای اگرش 9 اولاد داشت، اولادا ازی بسیار شو، ای صبح تا شام خارکشی میکرد، یک کمک نان پیدا میکرد، میامد که می اولادا بود، ای اولادا بسیار شوق بودن. گفت ای ایران بود که ای اولادا را چی رقم کنم که یا برابن، هر چی که کت نشد. آخر یک روز زن خدا گفت من چاره زیارم میکنم، اولادا را گفت بچه این سبا تیار باشین، صبح وقت میخیزیم میریم باغ پسته، شما را ما پسته خوردن. بابا جان کجا میریم؟ یک جای دور. خوی اولادا را از خو خیسان صبح وقت یک چند تا نان خشک هم در کمر زدن، یا رب بر یک جای بیخی دور در کوها برد،
در اوج باغ پسته بود، درخت های وحشی پسته بود. گفت بچه بالا شد در سر، نه گفت من بالا میشم در سر درخت پسته میتکانم، شما در ایجا پسته بخورین. این بالاش از بالا پسته را کت پای میزد و اینا خورده میرفتن، یا که مصروف شد یا از سر درخت دگه درخت دگه 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 تا شد گریخ از گیر از اشنو اولاد از این دموجا ماندن و رای خانه را نیفتن گم شدن. باز مادر ما اگان دفعه بیچاره را که چی میکردیم خنده میکرد، میگفت بچه شما دیگه مرا قبی حوصله ساختین که ما باید شما را یک روز پسته خوردن ببرم که یعنی از گیرتان خلاص شم. این ما و شما نمیفهم که چطور میتونیم که از گیر ملا خلاص شیم. هم یارا بیایی که یک دفعه پسته خوردن ببریم یک جای در کدام باغ پسته. امی انسان قرار است که یک موجود بسیار هوشیار باشه، از تمام مخلوقات دیگه کرده. اما وقتی که انسان برین واش کنی، می شستشوی مغزی بکنی، ای را میتونی بسیار لوده جور کنی، بسیار لوده، اقل لوده جورش میکنی، اقل بیعقل، اقدر غول که ایچ ایوان به اندازه از او دیگه غول نمی باشه. آل شما اینه می رسای کنین که ای میگه 60% زنا در غرب که از سن 40 بالا که تایوانات آرسی میکنه. اینه میره ما برای شما زمانت میکنم که در افغانستان اینه میره، اینه می ملا که وقتی در یک مجلس اینه میره میگه 90% از وای اینه میگه پا قبول میکنه. اما چقدر مال در اروپا در امریکا در ایجا هستیم؟ یعنی یا فکر میکنن که مردم های ایجا چی رقم هست؟ اینه میگه پا زاده چی هست؟ زاده نفرت های مذهبی است، به خاطر که ما در اسلام یاد گرفتیم که ما بلندترین و خوبترین هستیم، دیگه کل مردم دیگه پایینترین. میخوای آدم خوب باشی و جنتی باشی بیا مسلمان شو. ولی در عین زمان در همه کشورهای اسلامی و در خود افغانستان ما اگه سعی کنین جز یک مشت گدایگر دیگه نیستیم، یک مشت لوده، یک مشت جنگ طلب. یعنی کسایی که کلیشان شستشو کردن این مینا صبح تا شام جهاد 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 و مردم دیگر یا بسیار به یک چشم بد و حقیر میبینن، بنان با اینمی تبلیغات یا باید دست بزنن که 60% زنا در غرب که از 40 بالاست اینا کت ایوانات ها رسی میکنن. اینمی گپا، اینمی نفرت های را که در جهان اسلام ما پراگنده میسازیم، ای دامن خود ما را در آتش میتن. اگر شما سعی کنین، ما خو زور نداریم که کت غرب جنگ کنیم یا کت یهود یا کت بودایی یا کت هندو. کی را ما میکشیم با این نفرت ها؟ این نفرت هایی که در کلاو و در دل ما رشد میکنه باعث قتل عام خود ما میشه. دمی 43 سال همین نعره تکبیر و نعره تکبیر و نعره تکبیر، کی کشته شد؟ مسلمان. او را زد الله اکبر، او را زد و... یعنی آل در جای رسیده که عطا و نرمندای ما که زیاد در این مسائل نمیخواستن غرض بگیرن، حال اونا امیر ترسیم میکنن. و ما خیلی خوشحال هستم استاد ظاهر باختری که یکی از شعرها، موسیقیدانها و کسایی است که موسیقی تصنیف میکنه، آهنگای زیبا میسازه، یک جا با خانم فرشته سما که اگه نرمند عزیز و خوب دیگه ماست، اینی آهنگ نره تکبیر. نره تکبیر تو میگی الله اکبر میکشید، او میگه الله اکبر میکشد. ملت ملت مظلوم ما چی میکشد؟ تو میگی الله اکبر میکشی، او میگه الله اکبر میکشه، ملت مظلوم ما چی میکشه؟ واقعا دی 40 سال، دی 43 سال ما چی کشیدیم از دست از یه الله اکبر گفتنا؟ یعنی یک سه میرسه که ای الله اکبر گفتنا باید خاتمه پیدا کنه. از بس که ما الله اکبر گفتیم، الله اصغر شد ساختیم. امی خداوند را که میگیم الله اکبر، الله اصغر جورش کردیم، در نظر مردم خور ساختیم. اینه میگه الله اکبر یعنی که خدا بزرگ است. بسیار خوب، خدا بزرگ است
وقتی که شکر میکنی بگو خدا بزرگه، وقتی که نان میخوری، وقتی که اولادت میبینی که موفق است، وقتی که از یک مشکل خلاص میشی، وقتی که به کسی کمک میکنی الله اکبر. ما چی وقت اگر یک چیز را میکشیم الله اکبر میگیم، اگر در جنگ میریم، اگر او را میزنیم میکشیم، اگر او را سنگباران میکنیم، انسان ها را در جامعه ما سنگباران میکنن. چرا که دختر و بچه را دوست داشته، سنگباران، پدر هم مجبور میستن که دختر سنگباران. و وقتی که سنگباران میکنه باید بگویه که الله اکبر. تو میگی الله اکبر میکشی، او میگه الله اکبر میکشد. ملت ملت مظلوم ما چی میکشد، ملت ملت مظلوم ما چی میکشد. نرای تکبیر، نرای تکبیر گفته میکشد، زهر جنگ را مردم ما میچشد، زهر جنگ را مردم ما میچشد. وقتی که این احتجاج در هنرمند میرسه، هنرمندای ما خوش ندارن که زیاد این مسائل دست بزنن، میخواین دورتر باشن. اما یک سه که کار در استخوان میرسه، او وقت دیگه خود گرفته نمیتانن. و ما استاد ظاهر باختری خیلی سپاس میکنم از شما و از خانم فرشته سما. در واقع دین داشتن نیست که از یک بلندی به زمین ببینی. مهدی مختارزاده یک غزل بسیار زیبا سروده: باران برای ما و شما نمونه میته، باران که شدی مگو کین خانه کیست، باران که شدی مگو کین خانه کیست. میگه هی با باران بیبی، با ما میگه با باران بیبی. باران اتن نمیه که بگه والا اینی خانه هندوسی را یک رقم میبارم، اینی خانه مسلمان را دیگر رقم، این پشتون ای پنشیریز دیگر رقم میبارم. نه، باران که میایه در سر مسجد هم این رقم میباره، در سر خانه کعبه هم این رقم میباره، در سر میخانه هم اون رقم میباره. این شعر مانایش ایست که از دید خداوند یک دفعه به زمین بیبی، یا از دید بارانه که خداوند رایی میکنه. میگه سعی که با باران وقتی که میباره، باران که شدی، یعنی که اگر تو دین داری، دینت بلندتر از انسان هاست، یک اخلاق، یک آدم متدین اخلاقش بلندتر از یک آدم عادی باید باشه، و دین باید بالاتر از سطح فکرهای چوچه چوچه باشه. دین ایست که تو باید بسیار بزرگ منشانه به جهان، به مخلوقات ببینی. میگه با باران ببی، رقم باران فکر کو. باران که شدی ما پرس که این خانه یکیست، سقف حرم و کعبه و بتخانه یکیست. این سیکو که میگه باران، از باران یاد بگی دین داشتنه، دین بودنه از باران یاد بگی. وقتی که باران میباره نمیگه که خانه کیست، سقف حرم و بام حرم، بام کعبه، بام میخانه، هم مگیش یکیست. باران که شدی پیاله ها را نشمار، باران که شدی پیاله ها را نشمار. یک قیق آدم چوچه نباش که باران واره فکر کو. باران که میباره در کل جای میباره، تا نمیگه که والا اونو قدست در شراب خوردن در اوی نمیبارم، در کاسه دگر رقم میبارم، در کوزه دگر رقم. باران که شدی پیاله ها را مشمار، جام و قده و کاسه و پیمانه یکیست. باران، باران، تو که از پیش خدا میایی، باران تو که از پیش خدا میایی. میگه باران همی تو رو خدا رایی کرده. حالا اگه خدا بخواه که این دو دیگر رقم باشم، مسلمان دیگر رقم، این دو رو زلیل بسازم، مسلمان بالا ببره، یهود در زمین بزنه، موسوی ایسوی را دیگر رقم، خب باید امو رقم باران بگوید که اینمی رقمی ببار، در سر خانه زمین مسلمان زیاد ببار، زمین این دور هیچ هونت بان که بمرن،
اما نه او رقم نمیه یا عاقل و دیوانه در سر یکیش یک رقم ببارده دیگهش میگه باران تو که از پیش خدا می آیی توضیح بده عاقل و دیوانه یکیست پیش خداوند فرق نداره. همین شعر آقای صدیق شباب به یک آهنگ خوانده. صدیق جان شباب یکی از کسایی است که در آهنگای خود اشعار خوب انتخاب میکنه، کوشش میکنه. همین سطح ادبیات در مجموع در بین ما افغانا بسیار پایین آمده و این دلیلش است که 43 سال در این مملکت جنگ بوده، اولین سر را که شکستاندن سر معلم بود، اولین گردن را که زدن گردن شاگرد بود. امی قشر با سواد باید از بین می رفت تا که ملا اونو ملایی که میگه که 60% زنها که تایوانات ها رسی میکنن، این اینا باید در بالا می آمدن، جامعه را در دست از یا باید می دادند که دادن. اینا وقتی که مکتب در داده میشه، معلم سر شکستانده میشه و شاگرد گردنش، این جامعه سطح هر چیزش پایین می و بخصوص سطح ادبیات و علم و فهم و دانش. بنان اکثر هنرمندهای نو ما دو سطح نیستن که اشعار خوب انتخاب کنن، بفهمن و بخوانن. یک تعداد زیاد از اینا در ممالک بیرون افغانستان هستن، با سختی میتونن فارسی گپ بزنن که میخوانن هم بلجه، یعنی آفرینشان که عمه قدرام میکنه. اما باید که دیگرا کوشش کنن که کسایی که آواز میخوانن به اینا کمک کنن که ادبیات بالاتر استفاده کنن، بخصوص با ای اشعار زیبایی که در لسان دری، تاجیکی، فارسی است. ای بسیار در ایجا یک ادبیات به اندازه غنیسته و میتونن که اشعار زیبا انتخاب کنن. امی شعر مدی مختارزاده را صدیق جان شباب خوانده گوش میکنیم.
بعد خدا را بینی درکش نکنی کعبه و بت خانه یکیست درکش نکنی کعبه و بت خانه یکیست باران که شدی مپرس این خانه یکیست باران که شدی مپرس این خانه یکیست سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست باران که شدی